آقای صدری همونطور که کوروش هم داره میگه، خب صحبت کردن و اون الفاظی که به کار میبره مطمئنن یه الفاظ کوچه بازاری و در شأن مدیر عامل پرسپولیس که خودش واقعا یه چهار تا وزارت، یه وزیر توی ما شاید دوتا مصاحبه هم نکنه، اما مدیر عامل استقلال پرسپولیس یه روز زمین توی رسانه ها میخواستن دعوانه مطلب صحبت بکنی و اینکه می اومدن استقلالی می اومدن تو هر دولت 8 ساله حسن روحانی استقلال تارمار شد و اصلا کلا یه جورایی نظیر نابود بشه. این تلقی الان برای طرفداران پرسپولیس هم هست که کار توی دولت آقای رئیسی برعکس. می‌خواستم ببینم که این موضوع چقدر صحت داره در مورد هر دومه صحبت بفهم. تو الان قبول داری که در دولت حسن روحانی باشگاه پرسپولیس مرتفع می‌شده از تفکرات آقای مسعود سلطانی فر؟ نه خود. من به عنوان کسی که دارم حالا برنامه اجرا میکنم و یه خبر نگارم، آقای سلطانی فر خب تو ذهنی که نمیتونه بره گل بزنه، حالا همین داستانو من زیاد با این موافق نیستم اساسا، به خاطر اینکه میشل پلاتینی هم به عنوان مدیر تونستش توی فوتبال اروپا کاری بکنه که یه تیمایی اوج بگیرن، یه تیمایی هم سقوط کنن یا مثلا مدیران دیگه. اما اساسا بحث من وقتی تو قالب ایرانی گنجه اینه که شما با موجوداتی طرف هستین که توی قطر قرار یه کشوری میزبانی جام جهانی برگزار میکنه، یه فرمانده سپاه پاسداران با یکی از مدیرانی که احمدی نژادی بوده اومده شده رئیس فدراسیون فوتبال میرن واسه اون کشور تفاهم نامه همکاری امضا میکنن. یعنی قطری ها باید دلشون رو بگیرن بخندن فقط، تنها کاری که میتونن بکنن. مزحکه هم رد شده، یا رئیس جمهورش به پروپاگاندا میگه پرپکانی، چه میدونم میگه آقای بانک نگذارد که بانک باشد، اگر نه بانک نیست. ما وقتی توی این قالب در مورد این مجموعه صحبت میکنیم، من میخوام که برگردم به 45 سال پیش، برم هوادارهای تاج رو مثلا بشینم جلوشون، واقعا دوستان در ماشین زمان سفر کنم، عکس مصطفی آجرلو همین امروزشو بگیرم جلوش، بگم 45 سال دیگه این مدیر عامل، همینا فقط عکسشو بگیرم، بگذاریم از تفکراتش که علی کریمی رو به خاطر اینکه آب خورده بود از مجموعهش انداخت بیرون، بگذاریم از اینکه میگفتن چمونم علنا گفته که لازم باشه با دوشگاه میرم توی ورزشگاه میشینم، همینا رو بگیرم، همین عکسو نشون بدیم آقا این 45 سال هواداره اصلا بازم میاد توی خیابون انقلاب بکنه یا نه. در مورد آقای صدری که دیگه وقتی پول بلاکه شده رو نگه، پول نگه میداره بلاکه میکنه، میگه مدیر عاملی منو بزنید تا من بشم مدیر عامل، پول آقای کالرون رو بدم، هم دیگه نمیشه صحبت کرد. ما داریم در مورد یه مجموعه ای صحبت میکنیم که از بیخ و بن فساد ازش میباره. بذار کنار، توی 6 سال اخیر اون چیزی که منو آزار میده در مورد وقتی گفتم پرسپولیس تیم حکومتی، الان میگن استقلال تیم ابراهیم رئیسی، اینه یه آدمی توی 6 سال اخیر موفق شده در دو بازی پیاپی توی شهر خودش پرسپولیس رو ببره، پرسپولیس که 5 دوره قهرمان لیگ بوده، از سال پیش تا الان دو تا شکست داره توی لیگ ایران، این دو تا هم مقابل رسول خطیبی باخته که من اصلا خودم نسبت بهش هزار تا انتقاد دارم، رفتارش، گفتارش، کردارش، پوپولیست بودنش. این آدم دو بار پرسپولیس رو برده. بعد اون چیزی که امروز گفته میشه اینه که من هیئت مدیره ضعیف، وزارت ورزش نمیخواد. بابا این آدم این تیمو برده، هر جوری بوده برده، تیمش هم تیم برتر زمین بوده، همه چیز دیده میشه، یعنی به جز این، خب این اصلا واسه من خیلی مسئله است. مورد دیگه این پرسپولیس رو کی بسته؟ یه مش آدم دلال مشاوری که براتون بیانیه ها با نام قافگه غلامی گنجی معرفی میشن، این بازیکنایی که آقای یعقوب گل محمدی آورده در حد تیم دوم پرسپولیس هستن، واقعا هستن، یکی یکی نمیخوام اسم ببرم از اسدی و دیگران، ولی واقعا اینا در حدی نیستن که یعنی توی پرسپولیس بازی بکنن. یا سال گذشته استقلال نگاه میکنیم، شب قبل از بازیش سرمربیش با کمک سرپرست همه چی کمکش پا میشه میره بیرون، داستانش در میاد، ویدیوهاش در میاد، خبرش در میاد، وزیر ورزش اعتراض میکنه که آقا همین وزیر که شب قبل بازی اینا واسه چی رفتن ایشون میشو خوش گذرانی تیم میبازه، میگفتن تیم بچی دادن باعث شد این ماجرا رو که همه رو جمع میکنی آدم یعنی حیرت زده میشه. پرسپولیس و استقلال جفتشون مجموعه هایی هستن که 40 خورده ای ساله دارن توسط حکومت اداره میشن. من 12 سال پیاپی، 8 سال پیاپی هم استقلال قهرمان لیگ بشه بهش نمیگم تیم حکومتی، به خاطر اینکه به نظر من گفته شده این حرف چه به پرسپولیس چه به استقلال یه جور توهین به شعور خودمه که سالها سال این مجموعه رو نزدیک نگاه. حالا میخوای توی نکته کوتاه این پکیج رو بندی، خب اینا دو تا باشون گفتن که از لیگ قهرمانان حذف شدن و مجوز حرفه‌ای صادر شد، اما یه دفعه توی جلسه یه ساعته همه چی حل شد.
این چی بود داستانش که طرفداران دو تیم رو تا مرز سکتم برد و حتی بعد از بازی پرسپولیس و آلمینا یه هوادار پرسپولیس هم که روح شاد باشه جون خودش از دست داد. ببین این مدارک بارگذاری شده، تایید که نشده. خب مدارک بارگذاری شده، ایسی میتونه تایید بکنه میتونه تایید نکنه، اما آنچه که مسلمه اینه که اینا سال بعد با این روال نمیتونن قهرمان، یعنی 2000 و فصل 2023 نمیتونم با این قطعا. همین 2022 هم داستان بخوام در موردش صحبت کنم خیلی ماجرا مفصله، یعنی اصلا از اینکه این کمیته استیناف 1 میلیون دلار ضمانت داده که ما دروغ نمیگیم به شما، یعنی به کنفدراسیون فوتبال آسیا هر اون هست و اینن میگیم، در این حال تو همون تعهدنامه‌شون هم هستش که در صورتی که ما دروغ گفتیم یا مدارک اشتباه بارگذاری کردیم مجوز حرفه‌ای‌گری و اصلا فوتبال ایران میتونه تعلیق بشه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا. ولی خب امیدوارم دو تا اتفاقی که ایسی دروش دست گذاشته لااقل تو سال 2023 بیفته. اول ماجرای این که حساب پرسپولیس لااقل یکیشون از دست دولت خلاص بشه، و دوم این که این ماجرای تیم زنان و دختران که میگن همه باشگاهایی که توی لیگ قهرمانان حضور دارن باید یه تیم دختران داشته باشن هم راه اندازی بشه. من نکته پایانی تو این 4-5 نفری که الان اسمشون هست، آقای کاشانی است که من شنیدم وحشتناک داره لابی میکنه در سمت آقای قالیباف، آقای علی اکبر طاهری، محمد دادکن و من این روزا اسم علی دایی هم دارم میشنم. خودت فکر میکنی شانس کی بیشتر باشه؟ علی دایی که با منم شنیدم، یعنی من نمیدونم حالا ساعت اومد، ولی خودت فکر میکنی شانس کی بیشتر باشه؟ همه آدما میدونن، یعنی اطرافیان من میدونن که من و علی دایی زاویه های بسیار وحشتناکی با هم داریم. خدا پدرش هم بیامرزه تنها آدمی بودش که وقتی که ما از ایران رفتیم حسابی با یه سری جملات ناشایست از خجالت ما در اومد، ولی واقعا علی دایی شأن و شخصیت خودش رو خورد نمیکنه با این مجموعه مدیریتی دولتی کار بکنه. محمد دادکن هم که انتخاب نمیکنن. و حال پرسپولیس سه سری قبلی من تو برنامه گفتم که دست آقای قالیباف افتاد. خدا قالیباف تشخیص بده در هم در استقلال و بسیار ممنون.